ما از همین حالا اعلام میکنیم نرخ تک نرخی ارز رو و این مبلغ رو من 1226 تومن یک ماه از این اظهارات میگذرد اما در کمتر روزی قیمت هر دلار به پایین تر از 1900 تومان رسیده. روزنامه شرق در شماره روز یک شنبه خود از دلار 1940 تومانی خبر داده. سی تومان افزایش تنها ظرف یک روز. حالا اختلاف دلار آزاد با دلار دولتی از مرز 700 تومان گذشته است. به گفته محمود اسلامیان نایب رئیس اتاق بازرگانی اصفهان دو نرخی بودن ارز سبب افزایش رانت و فساد در اقتصاد ایران می شود در همین حال روزنامه های تهران روز یکشنبه به وعده بزرگ دولت درباره بازار ارز پرداخته و از قول محمد رضا رحیمی معاون اول رئیس جمهوری اسلامی ایران از گشایش بزرگ در بازار ارز طی چند روز آینده خبر دادند گشایشی که به نوشته روزنامه تهران امروز بمبی از ناباوری را در میان تحریم کنندگان غربی منفجر خواهد کرد روزنامه جهان صنعت که سرمقاله روز یکشنبه خود را با عنوان افزایش زیر پوستی نرخ ارز منتشر کرده با اشاره به این موضوع که منابع رسمی افزایش نرخ ارز را تایید نمی کنند گرانی ارز را ناشی از چگونگی ارزه و تقاضا دانسته و این پرسش را مطرح می کند که آیا ارزه پاسخگوی تقاضای بسیار بالای خرید ارز خواهد بود؟ به نوشته این روزنامه آنچه عرضه ارز عرض را محدود کرده موضوع تحریم ها و دریچه هایی است که هر روز روی بانک های ایران بسته می شود هوشنگ فاخر نایب رئیس اتاق بازرگانی تبریز نیز افزایش قیمت سکه و ارز را به عوامل متعددی از جمله تحریم ها علیه ایران قاهش فروش نفت و مواجهه با مشکلات در نقل و انتقالات ارز عنوان کرده است وفا زربهاری صدای آمریکا